رحیم رشیدی هستم. امروز دوشنبه 15 مارس 2010 میلادی در شهر پاریس در خدمت جناب پرویز نویدی از رهبران اتحاد فدایان خلق ایران هستیم تا در رابطه با تحولات اخیر یا چند ماه اخیر کشورمون با ایشون به بحث و گفتگو بنشینیم. از وقتی که در اختیار ما گذاشتین آقای نویدی بسیار بسیار سپاسگزارم. مدت چند ماهی از تحولات ایران و از رویدادهای دور دهم ریاست جمهوری رژیم میگذره. با توجه به اعتراضات وسیع و توده‌ای که در رابطه با این انتخابات و انتصاب احمدی نژاد به وقوع پیوست ما میبینیم که حدود 8 ماه از انتخابات میگذره و دولت احمدی نژاد همچنان از لحاظ سیاسی پابرجاست. دیدگاه شما و تحلیل مشخص شما از این واقعه چی هست؟ خیلی ممنونم از این وقتی که در اختیار من گذاشتی و این مصاحبه ای که ترتیب دادید. اول باید عرض بکنم که خب سوال شما یکم دقیق بود از این نظر که دولت احمدی نژاد رو مطرح کردید و نه کل سیستم که برقراره، چون یک تحولی که بخواد این رژیم رو اگر بخواد تغییر بده نیازمند زمان طولانی خواهد بود. ما نباید دوچار این ساده اندیشی بشیم که با یک حرکت علاوه به این وسعتی که دیدیم در حد میلیونی بتونه این رژیم رو کارش رو یکسره بکنه. برای اینکه یه حکومتی بره و حکومت دیگری جایگزین اون بشه بایستی یک آلترناتیوی به ویژه با تجربه‌ای که جامعه ما سرگذرون در انقلاب 57 دیگه امروز نمیتونه بدون داشتن یک چشمنداز روشن، بدون یک آلترناتیو پای یک تغییر تحول جدی بره. برای اینکه برای هر کسی در ایران این مسئله مطرحه که اگر این حکومت نه چه نوع حکومتی، چه کسانی، کدوم احزاب، کدوم سازمانها، کدام جبهه و چه برنامه‌ای رو میخواد پیاده بکنه. ولی در مورد اینکه دولت احمدی نژاد چرا تغییر نکرد، خب طبیعتاً ما میدونیم که مسائل بسیار کوچکتر از اینی که در ایران اتفاق افتاد اگر در یکی از این کشورهایی که دموکراسی درش هست اتفاق بیفته، خیلی کوچکتر از این مسائل، حداقلش اینه که اون دولت ثابت میشه. ولی در کشور ما مثال اون شطوره که بهش گفتن گردنت کزه، گفت مگه کجا راسته که گردنم کز باشه. در مملکت ما خب یک حکومت معمولی سر کار نیست که ما بتونیم با یک منطق، منظورتون از حکومت معمولی یعنی این حکومت غیر دموکراتیک دیگه، هم غیر دموکراتیک هم حکومتی است که تلفیق دین و دولت، یعنی یه ملغمه است از یک طرف همونطور که اسمش ملغمه است جمهوری اسلامی، چون میدونید جمهوریت با اسلامیت اصلا هیچ سازگاری نداره. برای اینکه جمهوریت یعنی جمهور مردم، یعنی بر اساس رأی مردم باید استوار باشه. اسلامیت یعنی اینکه بر اساس اون چیزهای الهی که از آسمان صادر میشه و اینا هم تفسیر میکنن که یک ولی فقیهی نماینده پروردگار در زمینه، بنابراین اون هست که تفسیر میکنه قوانین به چه شکل باید بچرخه. اینه که از همون روز پیدایشش با یه تناقض اساسی این حکومت روبرو بوده کتاب امروز هم ادامه داره. از این نظر میگم که یک حکومت غیر معمول، غیر عرفی است، یعنی حکومتی نیست که با معیارهای معمولی این رو سنجید. شما مثلا، من یه مثال میزنم، در قانون اساسی ما میگه که پیش بینی شده که خب آقا مردم حق دارن در یه شرایطی اگر یک موضوع بحرانی و حادی وجود داشته باشه مثل هر مملکت دیگه‌ای همه پرسی صورت بگیره، یعنی رفراندوم انجام بگیره. قانون اساسی ما، منظور قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی، جمهوری بله کشورم، بله بله کشورم. بعد در اینجا ولی صغرا کبراهایی چیده شده که بایستی رهبر با اون موضوعی که به همه پرسی گذاشته میشه توافق بکنه. اگه موافقت نداشته باشه این همه پرسی نمیتونه انجام بگیره. یک. دوم، نتیجه همه پرسی بایستی توسط رهبر تایید بشه، وگرنه اون نتیجه و اون رأی گیری معنایی نداره. یعنی از یک طرف به رأی مردم اشاره میشه و از طرف دیگه یک رأی یک فرد بیاد همه این چیزها رو میتونه باطل بکنه.
از این نظر میگم که یک حکومت عرفی نیست و از اینجا میخوام نتیجه بگیرم که اون تقلب بزرگی که در این انتخابات صورت گرفت از اونجایی که رهبری نظام پشت همین دولت کودتا قرار گرفته و در حقیقت خودش یک آلتی هست در دست نیروهای نظامی کشور، یعنی سپاه پاسداران، یعنی بسیج، مجموعه نیروها، وزارت اطلاعات، چیزایی که ساخته شده، امروز میبینیم که در کشور ما یک کودتای نظامی نشده، ولی واقعیت اینه که امروز نظامی ها دارن حکومت میکنن، به لحاظ اقتصادی کامل در دست گرفتن، به لحاظ سیاسی دارن اداره میکنن و رهبر هم نه رهبری مثل خمینی که بتونه بر این جناح ها سوار باشه، بلکه خودش به یکی از این گرایش ها که به همین گرایش نظامیان در حقیقت میشه گفت تعلق داره و توسط اونا داره بهش دیکته میشه و اینم همین اهداف رو داره پیش میبره. از این نظر چون مورد پشتیبانی این رهبر هم بوده، طبیعتا در مقابل مردم قرار گرفتن و با تمام نیرو هر چی که در توان داشتن در جهت سرکوب این جنبش به کار بردن که مانع سقوط این دولت، حالا نظام که هیچی، مانع سقوط این دولت بشن. از این نظر خب آقای نویدی از واژه کودتا استفاده کردید، در حالی که کودتا میتونه برای موسوی یا مخالفین دایره حکومتی معنا داشته باشه، شما تا آنجا که بنده میدونم طرفدار سرنگونی هستین، در واقع برچیدن نظام جمهوری اسلامی ایران در ایران. کودتا میتونه برای این طیف از ایرانیانی که خواستار سرنگونی هستن معنی داشته باشه؟ بله، کودتا در چارچوب قوانین خود اونها، بله، به هر حال من که برای جامعه نمیتونم قانون وضع بکنم، الان قوانینی که جامعه ما بر اساس اون میچرخه همین قوانینیه که وجود داره که من با اساسش مخالفم، ولی در چارچوب همون قوانین این امکان داده شده که علیه رأی مردم حتی برای اون انتخابات ناقص غیر دموکراتیک خودشون انجام میدن بتونن کودتا بکنن، یعنی بتونه بگه که آقا شما تمام اینا رو که گفتید بی خود گفتید، آرایی که دادید بی خود دادید، رهبر نظرش بر اینه که این آقایی که شما نمیخواهید به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه. بنابراین این رو من از این نظر کلمه کودتا رو به کار میبرم که یعنی علیه رأی مردم کودتا میکنن. حالا ممکن اونا بگن قانونی، آره قانون اساسی سراپایش تناقضه و این امکانو به رهبر میده که بتونه، این اولین بارم نیست البته، رهبری خمینی هم موقع در مقابل رأیی که مردم به بنی صدر داده بودن و خودش اومده بود در جریان جنگ اون رو کرده بود به عنوان فرمانده کل قوا، یه زمان تصمیم گرفت هم فرماندهی کل قوا رو گرفت هم از ریاست جمهوری انداخته، اونم یه نوعی کودتا بود. به عنوان سوال آخر، موقعیت کنونی مخالفین یا اصلاح طلبان حکومتی را چگونه قلمداد میکنی و آینده اونها در تابلوی سیاسی ایران را چگونه میشه ترسیم نمود؟ ببینید، این جنبش ما یکی از دلایلی که این جنبش اونطوری که باید و شاید نمیتونه پیش بره در همین رهبری و یا فقدان رهبریه. این جنبش یکی از خصوصیاتش اینه که به طور واقعی یک رهبری نداره. البته ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، آقایان موسوی، کروبی، خاتمی نقش هژمونیک دارن به عنوان کسایی که خب از یه موقعیتی برخوردار بودن، حداقل برای یه بخش از جنبش، بله، و نقش هژمونیک در این جنبش نقش هژمونیک داره، یعنی رهبری نمی کنن جنبش رو، به این دلیل ساده رهبری نمی کنن که ما از روز اولی که اینها قطعنامه هاشون رو ارائه دادن، شما اگر نگاه بکنید این قطعنامه ها روز به روز تغییر کرده و نسبت به خواستهای جنبش خودش رو خواسته همراه بکنه. همین که خواسته خودش رو همراه بکنه مثبته، ولی این آقایون هیچ وقت جنبش رو یک گام به پیش نبردن، بلکه خودشون با جنبش یک گام همراه شدن. مرتب همینطوری به شما چیزا رو ببینید، همونطوری که جنبش رادیکال شده، مواضع این آقایون هم تا اینجا با جنبش همراهی کرده. از این نظر به خیلی هم مثبته، چون اینا یه چتر دفاعی برای جنبش هستن و میتونن کمک بکنن، ولی واقعیت اینه که این جنبش باید رهبری خودش رو پیدا بکنه. جنبش بدون رهبری هر چقدر وسیع، هر چقدر گسترده، به نتیجه نخواهد رسید. مهمترین مسئله در این جنبش اینه که این جنبش یک جنبشی است رنگارنگ،
همه اقشار و طبقات توش هستن و باید بتونه رهبری خودش رو، یعنی یک برنامه که خواست مردم رو منعکس بکنه، پیدا کنه. بسیار سپاسگزارم آقای پرویز نویدی. مخلصم.